به یک لحظه ما اینا هم درست بکنیم و بریم خدمت آقای رئیسی نازنین. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه، سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه دوست داشتنی، سه‌شنبه ای که برنامه ها رو آغاز میکنیم با آقای دکتر انصاری و بعد هم آقای خراسانی طنز در حقیقت دردآلود خودش رو بیان میکنه و بعد هم میریم پیش آقای امینی، این نازنین شاهد زمان ما، و او هم روایت خودش رو از دوران زندگی خودش برای ما بیان میداره. اما در این لحظه هم میریم روزای سه‌شنبه همسو میشیم با آقای رئیسی، میریم پیش ایشون و از تجربه و بارها راجع به این داستان صحبت کردم که بعد از تجربه این بزرگان استفاده که باید نشست با این صحبتاشون. بالاخره آقای رئیسی مثل من و تو هست اما مثل من و تو نیست. بالواقع ما همه شکل همیم ولی مثل هم نیستیم، باید اینا رو از هم تفکیک کنیم و جدا سازی کنیم. دیروز که دوشنبه بود من در خدمت آقای روحانی بودم و توضیح دادم برای دوستان، بعد رفتم نگاه کردم که دمشون گرم، این سربازان گمنام به راستی زندن و فعالن. حقیقت چه اینه که حقوقشو میگیره، اگر این نباشد اون میمیره. ما اینا رو تو خارج کشور هم داریم، دیروزم برات تعریف کردم. بسیار غم انگیز بود وقتی که نگاه کردم زیر این ویدیوها و دیدم که مثلا فرض کنید که گفتگوی آقای حسین مهری، یه در حقیقت ژورنالیست کهنه‌کار، یه مرد قوی در کار خودش، اون کسی است که در اون دوران شلوغی ها و قدر قدرتی نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج رفت، یارو خلخالی رو آورد پای تلفن و گفت راستی میگن گربه رو میکشی، راست میگن دروغ میگن. او بود که اونو وادار کرد، گفت نه اینا رو آقای خمینی به من گفته. یه همچی شخصیتی رفته با یه آدم محققی، اهل تحقیقه، اهل کتابه، به نام دکتر میلانی، نشسته عباس میلانی از یک طرف، آقای موری از یک طرف، نگاه میکنم اینه مثلا 800 نفر ویدیوش نگاه. بعد نگاه میکنیم اینه مثلا مال یارو پسره رو یه 20,000 نفر نگاه میکنه. خب این همون نبض جامعه است، که همونی که بهت میگم من این زیر نویسا رو پاک نمیکنم، برای اینکه نبض جامعه از نشون میده اینا رو. فردای روزگار میان بررسی میکنن اینا رو، همه رو نگاه میکنن، میفهمن که بزرگان جامعه ما چه مرارت ها کشیدن، چه زجری کشیدن. مثل که ما امروز راجع به حافظ حرف میزنیم، عصر حافظ، میگیم آقا این چماخکشا رو حافظ چجوری تعریف میکنه، وصل زکریای رازی، هر کدوم خیام، همین پریروزا سال خیام بود، روز خیام بود. وقتی اینا رو از نزدیک می نگاه میکنی، میری تاریخشو ورق میزنی، هم اینا رو میبینی. شما وقتی نگاه میکنی میبینی که یارو پسره فخرآور با وقاحت تمام میاد میشینه میگه که به من در وزارت کشور همین الان به ما گزارش دادن، دوستان من در اونجا به ما گزارش دادن، این ما که رئیسی آقای خامنه‌ای رئیسی رو انتخاب کرده، گفته اینقدر رای بدین، اینقدر بنویسید، اینجوری بنویسید آرا رو. و فردا که یکی دیگه انتخاب میشه میگه همونطوری که گفته بودم، با کمال وقاحت، همونطوری که پیشبینی کرده بودم، گفته بودم، همونطوری که گفتم و پیشبینی کردم، خامنه‌ای نظرش رو عوض کرد در لحظه ها. و میریم نگاه میکنیم سی هزار نفر رفته اینو نگاه کرد، دردته. یا مثلا فرض کنید که چون موضوع آقای رئیسی است، من به شما گفتم این انتخابات خروجیش هر چی باشه در اصل ماجرا فرقی نمیکنه، اصلا موضوعیت نداره، ایران به سمت تاریکی، سیاهی، جنگ، فضاحت داره با سرعت پیش میره، سرزیری قبر رو گرفته و با سرعت داره به سمت سقوط حرکت میکنه. پول نیست،
بانک ها ورشکستن، اینا تلاش دارن میکنن که آقا میگه به سپاه آقا بیا 30% شریک شو، 70% چی بذار بدم به دیگری، اون میگه نه من یه شم کم نمیذارم مایم عقب بشینم. این خب تابستون میزنه بیرون، همین الان میگه جلوی دوتا از این بانک ها رفتن مردم جلو مجلس که آقا ما سپردامونو گشتیم بانک ورشکست، این مجبور فردا اعلام کنه. هفته گذشته تو همین برنامه آقای رئیسی راجع به این علی خدایی و حزب توده و این ماجرا حرف زد، بعد نگاه میکنی فرخ نگهدار فضاحت شکل بلاحت میترسه از اینکه بگه آقا من میرم رای میدم به این جمهوری اسلامی به این دلایل، نداره. دیدی که بیژن فرزی رفته مصاحبه میکنه با تک تکشون، وحشت داره از اینکه دلیلشو بیاره بگه نه مصاحبه نمیکنه، مردمو کاری ندارم، مردم مردمن، مردم اصلا وظیفه ندارن که، مردم اسمش از توده بیشک، اون که وظیفه نداره. مهاجرانی بهنود ازش می... نه من نمی کنم، خانوم هم نمی کنم، نه تنها خودش مسئوله، اینجا زنش هم مسئوله. اینا درد ماست. بعد تحلیل هایی که مثلا همین علی خدایی می نویسه مردم رو خائن خطاب میکنه، امروز هم تحلیل دیگه میده، یه تحلیل دیگه میده، دوباره همینه، دوباره همونه، دوباره همونه. اول انقلاب هم همینطور بود، روز اول هم همینطور بود، وسط راه همینطور بود، هنوز هم همینطور، هیچ تغییری نکرده. این مردمانی که من دیدم نه مشکلشون هوا یا آلوده است، نه مشکلشون ریزگرده، نه مشکلشون آبه، مشکلش غیر کمرشه، رفته جلوی در خونه علم الهدا مراسم رقص آب. مگه این علم الهدا همون نبود که میگه اگه میخوای برقصی هم مشهد برو بیرون، خراسان برم بیرون نه مشهد. آقای رئیسی چیه ماجرا، چه شکلی، واقعا چه اتفاقی داره میفته، چرا این از کجا نشد میگیره، چرا این شکلیه، چی میگه، تجربه شما در این زمینه به ما چه میگه، بفهمید ما میشنویم. با سلام و درود به بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب باشن، به خصوص دوستانی که در صورت این برنامه شما فعالن، جناب امینی، دوستان دیگه، جناب دانش و دوستان دیگه فعال هستن، در صورت گوش میدیم به صحبتشون. در این انتخابات یه سری شگفتی های خاص خودش رو هم آفرید و در صورت بر شکستگی تقریبا میشه گفت همه رو برملا کرد، جانهایی که پیروز شدن، جانهایی که باختن، جانهایی که داخل هستن، جانهایی که خارجن، جانهایی که حمایت کردن که معلوم نیست از چی حمایت کردن، و هر کس هم برای حمایت دلایلی برای خودش ساخت که البته از نظر من موجه ترین دلایل، یا اگر واقعی می بود این دلایل بسیار تأمل برانگیز، و اون هم این هست که برای جلوگیری از جنگ، چون من هرچقدر بررسی کردم پلو خودم بالا پایین کردم، امکان جنگ وجود داره، حالا چه رئیسی بیاید چه روحانی بیاید، دیدم نه. علت چی هست؟ من فکر میکنم که این دوستان که این مسئله رو ترک کردن میبایست اول توازن قدرت بین المللی رو میسنجیدن. در شرایطی جنگ به وجود میاد که توازن قدرت بین المللی به سود یک طرف از کانونهای قدرت غلبه کنه. به خاطر این جنگ در یوگسلاوی به وجود اومد که
که روسیه در حال فروپاشی بود، شوروی فروپاشیده بود و روسیه در حال غرق شدن بود. و اگر این توازن برقرار بود، نه ناتو جرأت میکرد نه آمریکایی‌ها که به بالکان برن، چون اون هم وسط اروپا با پیشرفته ترین سلاحهایی که ممکن بود توازن با اون برقرار بشه، تمام خاک اروپا با آشوب کشیده بشه. پس بنابراین توازن قوا به هم خورد که به یوگسلاوی آمریکا، توازن قوا به هم خورد که به افغانستان، عراق، لیبی و وگرنه بیاد دارین زمان اتحاد شوروی رو که در جریان انقلاب بهمن و اوضاع آشفته شده بود، کارتر اقدام به اعزام نیروی نظامی به حوزه خلیج فارس رو میخواست بکنم، یعنی کشتی‌هاش رو بفرسته که با تهدید شدید برژنف رو بروش. بعد آمریکایی‌ها جرأت نکردن ناوگانشون رو به این منطقه بفرستن، در صورتی که الان می‌بینیم که خلیج فارس و دریای عمان حیات خلوت آمریکا شده. اون موقع توازن بود، بعد توازن به هم خورد. دوم دلیلی که برای خودم می‌بردم که غیر از توازن الان برقراره، غیر ممکنه آمریکایی‌ها دست به چنین حماقتی بزنن که به ایران حمله نظامی کنن، چون پیامدهای بسیار بسیار نامعلوم و گسترده‌ای رو خواهد داشت. روسیه اصلا بی تفاوت نخواهد بود. چین، اروپا و خصوص همسایگی دیوار به دیوار روسیه سیل پیشرفته ترین سلاح‌ها را به طرف ایران سرازیر خواهد کرد که بازی نشه آمریکا. این آمریکایی‌ها این رو میدونن و نشون داد که حتی در سوریه هم موفق نبودن اون ائتلافی که درست کرده بودن. 69 کشور، تمام کشورهای ثروتمند خلیج فارس هم توش هست، عربستان و همه و قطر و بحرین و امارات و ترکیه و همه توی ائتلاف بودن و ناتو عملا همشون بودن. پس استدلال رو قوی نمیبینم برای شروع جنگ که حالا انگیزه های میهم پرستانه باعث بشه آدم تو این حادثه علارغم میلش، علارغم این که در صورت مشتی دوست آمدن تو تلویزیون و خودشون رو معرفی کردن، تا جای این صحنه چندشاور بود برای ملت که خود خامنه ای هم بسرا اعتراض کرد که در صورت صحبت های رد و بدل شد که در شأن ملت ایران نبود، یعنی دیگه آشکار بود. عقب مانده ترین ذهن ها هم میبایست بفهمیدن اینجا نبرد دزدانه، زمین خاران، راند خاران، دزدان. پس بنابراین یه انسان باشرف که دغدغش میهنه، دغدغش توسعه است، دغدغش مسائل کارگرانه، به خصوص با این وضعیت هولناکی که دارن، در صورت تو انتخاباتی شرکت نمی کرد که مشتی دزد و ماجراجو و قاتل و به اصطلاح مافیا و زمینخوار کاندیدای اصلش بگذاریم. دوم چیز که معتقدم جنگ نمیشه، شما تو همین سفر آقای ترامپ نگاه بکنید به عربستان یا آمده در صورت 110 میلیارد دلار اسلحه فروخته، حجم قراردادهایی که بسته شده گفته میشه نزدیک 400 میلیارد دلار. خب این معناش این است که ظرف 10 سال آینده شرکت های تولید کننده سلاح در آمریکا نگرانی نباید داشته باشه، تمام وقت میتونن کار کنن. شرکت های نفتی آمریکایی تمام وقت میتونن کار کنن، قراردادهای نفتی و پتروشیمی بسیار گسترده و
مستشاران بسیاری به خاطر این چیزا به سرازیر میشن برمست. خب قطعی هم چون وضعیتی، چرا این فروش ها از تسلیح ها صورت میگیره؟ عربستان علی‌رغم ادعاهاش بسیار شکننده است و توانایی تأمین امنیت داخلی و خارجی و خودش رو به اتکا به ظرفیت های خودش نداره. پس بنابراین زیر چتر حمایتی کامل آمریکا احساس امنیت میکنه. خب از چی میترسه؟ یه لولوی به نام ایران. آمریکا از دهه 50 به این سو 1950-60 همواره در سمت تشویق و تحریک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه رفت برای فروش، بویژه از زمان نیکسون که هزینه های جنگ ویتنام به شدت بالا رفت و دلار پشتوانه خودش از دست داد و طلا از پشتوانه اون خارج شد و نفت عملا جایگزین شد طلای سیاه، فروش تسلیحات در دستور اول قرار گرفت برای بازگرداندن دلارهای سرگردان در اروپا و ژاپن. با این دیدگاه بود که به اصطلاح سعی کردن شاه را به لولوی خاورمیانه برای کشورهای عربی تبدیل کنند. تسلیح گسترده ارتش ایران در این رابطه بود و به واقع که صحبت ژاندار و منطقه می کردن موافقم بود و به جنگ اعراب و اسرائیل یا لولوی اسرائیل همواره خطرزا بود، از کنترل خارج می شود. همونطور که در سال 67 از کنترل خارج شد، 73 از کنترل خارج شد و در صورت هزینه هایی را برای اسرائیل به بار می برد. حتی تو جنگ 73 دو ابرقدرت تا رویارویی نظامی تمام عیار پیش رفتن، دیگه تمام مشکای اتمی در صورت آماده شد. این بسیار خطرناک. بعد از اون شخصی به نام صدام لولوی خاورمیانه شد که از ترس ایشون در صورت میتونستن و جنگ ایران عراق آمریکا آمد خلیج فارس رو به حیات خلوت خودش تبدیل کرد و بعد پایگاه گسترده به دست آورد، نیروی نظامی گسترده وارد منطقه کرد در پناه همین فضای متشنج و توجیه این وضعیت. از نظر وقتی که در صورت صدام پاشو از رو خط قرمزها گذران با حمله به کویت، یه خط قرمز بود چون اونجا در صورت ملک شخصی انگلیس کویت و این خانم تاچر بود که شدیدن به اصطلاح خواستار حمله به عراق شد. هنوز بوش پدر تردید داشت ولی این بر تردیدش غلبه کرد، چون اونجا حیات خلوت و حریم شخصی کویت مال انگلستان هست. این تقسیم بندی هایی که صورت گرفته بین خودشون، قطر فرانسه شده، عربستان سهم آمریکاست با امارات تا حدودی، ولی در صورت این کویت و اینها اینجوری هست. پس بنابراین با رفتن صدام، لولوی ایران بهترین لولو است برای فروش گسترده عظیم تسلیحات. حالا اگر این لولو به خاطر همینم به صورت مصنوعی غلو میکنن در مورد توانایی نظامی ایران، همونطور که در زمان صدام هم چنان در مورد ارتش عراق صحبت میکردن، مطلب مینوشتن چهارمین ارتش جهان و این بیش از خودشون میدونن که دستگاه های امنیتی آمریکا و اروپا خوب میدونن ظرفیت های ارتش چقدر، ولی برای ترساندن عربستان و کویت و اینها
این بزرگترین چهارمین ارتش جهان میکرد. الانم در داخل کشورم یه عده‌ای هستن در همسویی با آمریکا که میبایست چیکار بکنن؟ قدرت نظامی ایران رو خوف‌انگیز معرفی کنن، که فکر نمیکنم برای چنین پتانسیل هایی باشه، ولی لازم هست که عرب ها بترسن. عرب ها نشون دادن که در سایه اسلحه احساس امنیت میکنن همیشه، و دوم این خطر رو دارن. عربا لازم روانه چهار تا تانکی میبینن فکر میکنن خیلی قویه، یعنی بدون محاسبه دست به ماجراجویی ممکنه بزنن، ولی در صورت عربستان آسیب پذیر خودش هم میدونه. در جنگ یمن با وجود نقض آشکار قوانین بین المللی و بشر و دستش هم باز گذاشتن هر نوع بمباران دوست داره بکنه، ولی نتونسته، توی بازی نبرد عراق باخته، نبرد سوریه رو باخته، و به همین دلیل بیش از آن که تا بودن داعش و این نیروهای تروریست به اصطلاح عربستان حالت تعرضی داشت، ولی بعد از شکست اینا در عراق و آخرین میخا بر تابوت داعش در سوریه هم داره کوبیده میشه، اونها حالت تدافعی گرفتن، در حالت تهاجمی نمیتونن داشته باشن چون نیروی تهاجم ندارن، و با همین دلیل با این دلایل من این استدلال رو نمیتونستم بپذیرم که با رفتن این و آمدن و اون و محاسبات بین المللی و منطقه و بازی و قدرت جهانی به سرنوشتش به دست روحانی افتاده باشه، به این دنیا باید گریست، به این وضعیت بشریت باید گریست. حتی آدمی مثل رهبر کره شمالی که کنترل ناپذیر به نظر میاد یا پیشبینی ناپذیر و زرادخانه اتمی هم داره و ماجراجو هم معرفیش کردن، به شدت تحت کنترل هست. یعنی فکر نمی کنم بدون اجازه چین و روسیه به اصطلاح اقدامی یک جانبه بکنه، چون بسیاری از ظرفیت های نظامیش به اتکا به این دو قدرته. به همین دلیل افسانه سازی ها برای توجیه شرکت در انتخابات منو قانع نمیکنه. برمیگشت فقط به محاسبات داخلی که خب آدم رو در این وضعیت قرار دادن که خب خودشون اومدن چند تا دزد و قاتل و اینا اومدن اونجا نشستن، بعدش خب میگن ما رو انتخاب بکن، آیت الله فلان قاتل و حجت الاسلام قاتل و جنایتگار و ایلی چیدا القابی، بیشتر شبیه خم رنگ بود این انتخابات که مثل اون داستان شغال و مولانا، آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ، پس برآمد پوستین رنگین شده، که منم طاووس علیین شده، شغال بی جمال بی هنر، هیچ بر خود زن طاووسی مبر، زن که طاووسان کنند امتحان، خار و بی رونق بمانی در جهان. خب این خم رنگ انتخابات تمام شد، نه رفتن توی خم رنگ انتخابات، بعد این معیارهای اینجوری که توی آینه نگاه کردن خودشون طاووس وطن پرستی معرفی کردن، طاووس سلطنتی القاب به خودشون دادن و مخالفین رو چیز کردن به اصطلاح وطن فروش، مخالفین رو نوکران استعمار، نوکران عربستان سعودی و اینجور چیزا، و اینجور چیزا تو این دنیای مجازی رافت. بدترینشون توی این نوع تبلیغات طرفداران
علی خدای راه توده و طرفداران فرخ نگهدار بودن. که یک دیوانه از اینها که در برلین هست آمده بود یه خبری حالا واقعی یا جعلی رو که گویا در یکی از روستاهای سنندج 150 نفر اهالی رای دهنده 149 نفر به روحانی رای داده، یک نفر مخالف. ها ها خندیده مسخره میکردند و بچه بازی در میبردند و اینا، که منم براشون نوشتم این نفرم احتمالا عامل امپریالیسم و صهیونیسته، ایشان را به اصطلاح دستگیر کنید، چوب تو آستینش کنید، اموالش مصادره انقلابی کنید و بعدم به کمیته های امام تحویلش بدید. اما کاری رو که در صورت فرخ نگهدار و اینا همیشه دوست داشتن. گفتم الله قلو خودم بودم خدا پدر خمینی رو بیان برده که 98% واقعی رأی آورد، کم کشت از اینا. اینها فکر کنم با این معیار روستا زادگی همون یه نفر هم میگیرن میکشن. چرا رأی به امام جدید ندادی؟ امام جدیدشون الان چی هست؟ چی هست؟ آقای روحانی هم. اتفاقا این چرا ارتباط نزدیک من دارم، بعد از کنفرانس معروف برلین بود یه چند ماه بعدش آقای رئیس دانان تشریف برد برلین، هر وقت هم می اومد مستقیم می اومد کتاب فروشی من و خلاصه این دوستانم که میرفتم فرودگاه تعجب میکردم که اینقدر تا میاد سراغ تو رو میگیره. بعد تو خانه یکی از همین شیفتگان آقای فرخ نگهدار نشستی بود، ما هم دم آقای رئیس دانا گفت حتما فلانی هم بیاد، منم رفتم ولیش کنارش نشسته بودم. یک نفر از اون جمع 20 نفری تو خونه ایشون بود پرسید آقای رئیس دانا بعد از این کنفرانس این وضعیت خاتمی چی میشه؟ اینا دلهوره داشتن، نگران بودن. بعد رئیس دانم به من نگاه کرد و گفت نظرت تو چیه؟ منم گفتم والا ایشون مثل خر بریدان هست. داستان خر بریدان رو میدانی تو فلسفه اسکولاستی؟ گفتش میدونم ولی خودت توضیح بده. گفتم ایشون آقای بریدان فیلسوف اسکولاستیک برای اینکه یه اصل فلسفی رو مثلا بیان کنه آمد گفتش که اگر خری رو گرسنه و تشنه در نقطه از مثلث رأس مثلث قرار بدیم و با زاویه معین در پایین دو ضلع پایینی یه طرف آب بذاری یه طرف یونجه و این خر بالاخره باید تصمیم میگیره آب اول بخوره یا جوره بخوره و اگر هر کدوم بخوره نمیمیره با وجود این، ولی چون قدرت تصمیم گیری نداره اصل بلا مرجع رو تشخیص نمیده ایشون قد میمونه این الاغ تا بمیره و یه اصل فلسفی رو اصل ترجیح بلا مرجع رو بیان میکنه. گفتم آقای خاتمی هم مثل اون غلابه هست که نمیدونه بره به طرف توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی، نمیتونه طرف جمهوریت بگیره یا ولایت، توی مجموعه تناقضات گیر کرده، جامعه هم فلج کرده، از حرکت انداخته، به این محکوم به فناست. که یکی از متعصبین توی این چپای خارج کشور متعصب و پلانج و چماقدار خیلی بیشتر از خودت. مثلا تو این بحث رو در تهران در دانشگاه در میان دانشجوهای طرفدار خاتمی راحت میتونستی بیان کنی و هیچ بلوایی هم را نمیفته. یکی از همه عربده کشای اینها راه تودهی و اینها حمله به من که آقا چرا توهین میکنی؟ گفته من توهینی نکردم، اصل فلسفی رو توضیح دادم. و بعدش گفتم
اون گوساله اولی رو بردید بالا گاو کردید بستونه دیگه، امام رو انداختید. حالا دیگه گوساله دوم رو نبرید بالا گاو بکنید که آوردنش پایین ساده نیست. هر کس رو به اندازه ظرفیتش باها بهش بدید، به اندازه کاری که انجام میده نه ادعاهایی که بیان میکنه. ایران مال همه ایرانی هست. این ادعا رو تو وقتی نمیتونی متحقق کنی فریب نده مردم رو. یا طرفین دعوا بوده آقای به اصطلاح خاروحانی ادعاهایی میکرده که صد روزه فلان میکنه، دروغ حساب داره، واقعیت نداره. در صورت تو این داستان انتخابات چه این میشد چه اون میشد، من فکر نمی کنم تغییرات عجیب و غریبی تو جامعه رخ میدن. همه کسانی که برنده میشن رو همین وضعیت عملا موجود مانوف میدن. دیگه دوران تصمیمات حاد و رادیکال و امثال هم نیست. موقعی این اتفاق میفته که توده ها همراهی کنن. اول انقلاب آقای خمینی حرفی که میزد احتیاج به این نبود ببره مجلس، احتیاج نبود ببره اجماع بکنه، اما سخنرانیش تبدیل به فرمان میشد و تو مردم میریختن تو خیابون اجرایش میکردن میرن، میخواستن کسی رو بکشن، میخواستن دفتری رو بندن، حزبی رو تعطیل کنن، هر کاری میکردن، اما توده و ماسه خیابانه مجری فرامین اینها میشد. الان اون وضعیت نیست. خب پس بنابراین اقدام و تصمیمات رادیکال توی چه در جهت مثبت یا منفیش تو جامعه نمیتونه زیاد صورت بگیره، یک وضعیت ویژه داره. ولی تعصب این افراد در خارج کشور برای من شگفت انگیزه. یا معیار دیگه، معیار به قول معروف یکیشون میگفت توده های واقعی، یکی از همین گروبان های برلینی طرفدار فرخ نگهدار، توده واقعی و غیر واقعی. توده واقعی کسی در انتخابات شرکت کرده، توده غیر واقعی کسی که نکرد. حالا یعنی توده طرفدار علی خدایی و چیانوری و عمویی نه ذوب شدگان در ولایت فقیه هستن خط امام و اینا ولکن نیستن. نمیدونم آقا تاریخ چند برخت برخت زده شده، به هم خورده، بازی تغییر کرده، یه اون داستان داستان سابق نیست. ولی اینا با این معیار که خب پس تودهی و غیر تودهی واقعی، هر کس شرکت کرده تو انتخابات تودهی واقعی، هر کس نکرده واقعی نیست. میهم پرست و ضد میهم پرست که مثلا یکی از اینا نوشته بود به اصطلاحی آقای خان بابای تهرانی، شما با تسلیمتون میهم پرستیتون رو ثابت کردین که شرکت در انتخابات، یعنی کسی که نکرده میهم پرست نیست. از این یابه ها خب منم برایشون نوشتم. پس بنابراین زنده باد امیر تتلو با شرکتش در انتخابات مشت محکمی به دهان امپریالیست. 16 میلیون طرفدار آقای رئیسی هم شرکت کردن در انتخابات که شما میگین آیت الله قاتل. اگه معیارتون شرکت در انتخابات، امیر تتلو و چاقوکشا و لومپنها و مدده و همه اینا شرکت فعال کردن تو انتخابات، و به احساس خجالت نمیکشی که در انتخابات شرکت کردی که ورش هم امیر تتلوه؟ از این برم بگو آیا معیار مهم پرستی واقعا شرکت در انتخاباتی است که کاندیداش یه دوست هستن، یه مش قاتل دوست هستن، افتخارشون به سرکوبگری است، افتخارشون به دزدی، زمینخواری، رانتخواری، کجاش مصلحت ملی، منافع ملی؟ از طریق چه تا الان منافع ملی از طریق دزدا و اینها تامین میشه؟ شگفت‌انگیز. بعد جالب اینجاست که اینا رأی مردم رو معیار دموکراسی مینامن. من نمیدونم چرا رأی مردم آمریکا رو معیار دموکراسی نمیدونن که یک دیوانه به نام ترامپ آورده. چرا فوش ترامپ میدی شما؟ اونم اگر رأی
به قول معروف روستاهای اطراف سنندج براتون چیز هست، خیلی معیار هست. من بعد نمیدونم که خب یک 149 نفر به یه نفر رای بده گلن، آخه تو هم مثل اینا گله شدیه. بعد پشت نام ها پنهان میشن، ابتهاج هم رای داده. حالا ابتهاج دوستان نامه، یه من احترام عمیقی به رفیق و دوست گرامی ابتهاج دارم، ولی آخه این کجا معیار و ملاک است؟ چرا پشت این نام ها پنهان میشی؟ چرا 16 میلیون طرفدارای رئیسی رو با این نام یکی میخوان بکنی؟ چه این بازی آشفت بازار چیه رو انداختی؟ خب من یه حق دارم که اگر به قول معروف، به قول آقای مارکس، 1 میلیارد انسان بگه این هست، من بگم نه، مسئله به اصطلاح آزادی منه. دو، علمیت موضوع هست. خب بیا رو علمیت موضوع صحبت کن. دوستی دیگه یه اخلاق از سیاست باید جدا کرد. اوکی، اخلاق از سیاست باید جدا کرد، اینو ماکیاول میگه، درست. اما جدای سیاست از اخلاق به معنای تأیید ضد اخلاقی ترین کارها نیست که دیگه. یعنی مش دزد و اینا مجرمن، اینا مجرمن، بنا به معیارهای خودشون مجرمن. اینجوری که صحبت قانون دارم میکنم، صحبت اخلاق نمیکنم من. خب منم معلومه به اصطلاح ممکنه انسان خیلی هم خوب و شریف باشه، ولی فن دولت مداری رو بلد نباشه، سیاست بلد نباشه، اقتصاد بلد نباشه. درست نخبه سالاری میکنم، ولی تو همین غرب، تو همین دنیای غرب که الان 200 سال، 300 سال و 400 سال از عمر ماکیاول میگذره، کاملا هم سیاست از اخلاق جدا کردن و اینها. تو همین جا تو آلمان اگر کسی متهم بشه که به قول معروف 50 یورو از انبار دولتی دزدیده، اون دیگه سیاست مدار سوخته است، قانون است، بهش میگن لطفا به انتخابات شرکت نکن، به سیاست نیو، برو یک کار شغل آزاد بگیر. بوده، انجام شده، اینجا دیگه صحبت قانونه. یعنی ما با این صحبت ها هم اخلاق زیر پا میذاریم، زیر اخلاق ضد اخلاقی ترین موجودات را چیز میکنیم و هم قانونگرایی رو زیر پا میگذاریم. وقت یه سری آدم قانون ستیز که آشکارا اومده میگه من پرونده تو رو بستم، خب تو غلط کردی، پرونده یه آدم مختلف سرکوبگر یا فلان که میتونست پیگرد حقوقی داشته باشه تو بستی، تو در به اصطلاح حسن اجرای قانون خودتون هم چیکار کردی؟ کارشکنی کردی، بعد تو بخوای رئیس جمهور مملکت بشی. ولی وقتی که انسان شیفته شد، متاسفانه دیگه به این چیزا فکر نمی کنه. مصلحت عمومی، انسان نباید مصلحت به خاطر مصلحت حقیقت رو زیر پا بگذاره. یکی از دوستان بسیار خوب من در ایران، بسیار دوستش هم دارم هنوز، در صورتشون طرفدار شرکت بود، برای من می نوشته که در صورت شما یه مقدار واقع بین باشه فلان از این داستان ها. منم برش نوشتم من مصلحت فدای حقیقت نمی کنم. من خودت می دونی که همیشه خلاف مسیر رودخانه شنا کردم، ولی اگرم بخوام در رودخانه شنا بکنم، باید یه مقداری احساس کنم که این رودخانه سلامتی داره، مریضم نمی کنه. ولی تو فاضلاب که نمیام شنا کنم، فاضلابی که خودشون ساختن. و به همین دلیل من ننگ خودم میدانم که بیام، علارغم که اطلاع دارم خودشون گفتن دزدن، من بیام به یک رای بدم به یک دزد، این بعدها پرونده منفی برای من ایجاد میکنه، پرونده خطرناکی هست این. بعد جالب اینجاست که برخی از دوستان تا اسم ترامپ و عربستان میاد حس ملیگرایشون به شدت گل میکنه، شدیدن هم ضد عربستان هم. ولی وقتی که مزدوران عربستان در لندن میرن رای میدن چی نمیگن؟ خب او آقای مهاجرانی مزدوره، پول از عربستان گرفته، خب به تقاضای خودش هم بوده. خب هرچی سبزی و بنفشی تو لندن ریختن
پای صندوق رأی کیا بودن؟ بخش زیادی شهر عربستان خریده که با همه تلویزیون جدید بخش زیادی از این سرخ و سبزا و بنفشا و اینا مزدوران عربستان شدن، در راستای منافع عربستان این تلویزیون زده شده. من نمیدونم این معیارهای دوگانه از کجا میاد، دو اخلاق بودن انسان ها، دو مورال. اگر مهاجرانی پول بگیرد خوب است، ولی اگر مجاهد بگیرد بد است. وقتی که من هم مجاهد محکوم میکنم، هم سلطنت طلب محکوم میکنم که پول از عربستان میگیری، وقتی هم توی این بنفشا و سرخا و سبزا چه این مزدورانی رو ببینم، بیرحمانه بونا هم عمله میکنم، نه اینکه خودی و غیر خودی میکنم. و اینجاست که این دوستان منو به شدت عصبانی میکنم، یعنی پایمال کردن اخلاق، پرنسیب، قانون، همه چی به خاطر اینکه به سراغ کاری رو انجام بدن و بعد استدلال میارن. اما تو این بازی من فکر میکنم برنده اصلی آقای علی خامنه ایست، رهبر جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه است که برنده بازی شد، چون اون یه خواسته بیشتر نداشت. هم میتونه با رئیسی کار کنه، هم میتونه با روحانی کار کنه، با احمد نژاد، با رفسنجانی، با همه کار کرده. پس بنابراین مشکلی اون از این نظر نداشت که چی بیاد، ولی یه مشکل داشت، اونم این به اصطلاح هر چهار سال که کاندید ریاست جمهوری هست و انتخابات هست، یک مسئله اصلی هم توی انتخابات هست و اونم بیعته، بیعت با نظام هر چهار سال تمدید میشه، بیعت با ولی فقیه، بیعت با خلیفه است. باید بسیار خوشحال باشه به اصطلاح آقای خامنه‌ای. در همین راستا در پیام جامعه مدرسین حوزه علمی قومم آمده، خداوند متعال را به پاس داشتن چنین ملتی سپاسگزاریم، ملتی که با حضور پرشور و گسترده خودشون، با رأی 40 میلیونی خودشون حماسه آفریدن. من نمیدونم این دوستان چقدر عشق حماسه دارن بیافرینن، به خصوص این چپ هایی که عرض کردم. بعدش هم احساس غرورم میکنن که خب رفتی برادر تشویق کردی مردم که ولایت فقیه تایید کنن، این کجاش هنره، کجاش افتخاره، سینه سپرم میکنی برای همه. تعجب میکنم یه زمانی اینها برای خودشون آرمان هایی داشتن، رفتی یه آدم نولیبرال ضد کارگر رو که اقتصاددانش اقتصاددان پینوشه هستن، مثلا میره رو کار ضد کارگرن اینا. این توی شما یه زمانی کارگر میکردین، آرمان خواه بودید، مثلا به اجداد و پدر و کارگری خودتون افتخار میکردین، کجاش افتخاره؟ و اینا درست دیگه، حماسه دیگه برای نظام به وجود اومد، اینجوری که مدرسین حوزه علمیه خوب میکن. و این حضور در صورت انقلاب اسلامی رو به سراسر جهان صادر کرد، مایه یأس و نومیدی دشمنان اقتدار و عزت اسلام شد. خب بله، اینا ممکنه توی یک ماه مانده به انتخابات یه مرتبه همشون هم یاد گرفتن، تازگی ایرانگرا میشن، کد از فردوسی میارن، حتی آقای تطلو هم در از استانبول حماقت شده در ایران، یه شاهنامه فردوسی گرفته، البته اینطوری قبل بیسواده سر تا گرفته بود، حتی تطلو هم یاد گرفته که این شاعر ملی متوسل بشه برای محبوبیت. فاجعه است، فاجعه است. پیرو برنده واقعی این انتخابات مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی بودن. بیشک افتخار بزرگ با هدایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی محمد ظل العالی شکل گرفته. و خلاصه
دوباره نقش بی بدیل ولایت مطلقه فقیه در سکانداری نظام رو ثابت کرد. اخوشه منم بگم کنم سیاست مدارترین فرد این جمهوری اسلامی و منطقه و اینها آقای خامنه ای است، چون اگر سیاست هنر بسیج توده، هنر سازماندهی توده، هنر بسیج اینها به طرف اهدافی که آدم میخواد این رو یه هنر بدانیم، هنرمندترین فرد به اصطلاح خامنه ای که میتونه چیکار بکنه، این همه مانور بکنه که جامعه رو که در حال ورشکستگی است، اقتصادی که در حال ورشکستگی است، ناامیدی به انتها رسیده، میلیون ها بیکار وجود داره، میلیون ها دانشجوی فارغ التحصیل هست که بیکارن، وضعیت بین آشفتگی، 100 هزار میلیارد معوقه های بانکی است، دولت عملا ورشکسته است و یعنی تونسته باز 74 میلیون رو بکشونه، 74% معذرت میخوام از جمعیت رو بنا به آمارهای خودشون بکشونه توی بازی. هنر میخوان، این هنر نه تو اپوزیسیون هست نه توی این این پیروزی اصلی نظام و رهبر. دو، پیروزی اصلی از آن شورای نگهبان که با 74% جمعیت رفتن انتصاب یا تعیین و انتخاب شورای نگهبان رو تایید کردن. یعنی کسی نمیاد بگه اصلا شورای نگهبان چیکار است، بازی چیکار است، دو تا روحانی رو گذاشته اونجا و چیکار کرده، مثل بازی رو برده، تاییدش کردن، شورای نگهبان رو همه تایید کردن. سوم، برنده بازی روحانیت، یکی در نقش سید، یکی در نقش آخون، که نشون میده تو این مملکت مثلا چند درصد حالا جمعیت هستن، فرض کن 500 هزار، فرض کن 1 میلیون آخون داریم. یعنی نشون میده توی این همه اساتی دانشگاهی، فرهیخته، هنرمند، اقتصاددان، هیچ کس لیاقتش رو نداره، فقط آخونده هستن. این هم توی انتخابات کاملا ثابت شدید، دو رقیب روحانی بودن در کنار هم. با توجه به اینها به اصطلاح خب برای اپوزیسیون برانداز هم یه شکست مفتزهانه بود. البته میتونن اونا هم ادعا کنن که بیش از 16.5 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردن، اونا هم خودشون مالک این نیروی تحریمی بذارن، در صورت اینا هم ملت ایران هستن. حالا به هر دلیل، به دلیل سیاسی، به دلیل بیتفاوتی یا به هر دلیلی در انتخابات شرکت نکردن، ولی نشون دهنده این هم هست که خلاصه اپوزیسیون هم چندان تأثیر گذار آنچنان نیست، ابتکار عمل دست خود تهران و خود محافظه کارا یک چیز رو اثبات کردن که نه، گذر زمان چیزی یاد اینا میده و اینا دچار یبوست فکری شدن، ناکارآمدی های عملی بیش از همیشه به حیثیت اینها لطمه زده. تجربه هایی که در دولت احمدی نژاد داشتن ناکارآمدی جریان رو برملا کرد و اینها نه حرف تازه در عرصه تبلیغات دارن و انتخابات و اینها حتی روانشناسی جامعه را نمیدونن، این تغییرات نسلی رو درک نکردن، اینکه نسل جدید، نسل جوان در صورت حوزه انتظاراتش و توقعاتش و مثلا چیزاش تغییر کرده، در سیاست داخلی و خارجی هم هیچ حرفی برای گفتن ندارن و در صورت واضحه که در حوزه نظر هنوز با استفاده از نظریات حالا همین خمینی و
پرزه خرداد و اینا جلوتر، اینا نیومدن و فعالیت های نظری عملی اینها همش تنها چیزی که یاد گرفتن یا نقل قول از خمینی میارن یا نقل قول از این رهبر میارن و خودشون از توزیع تفکر منجمد شدن. همیشه هم میخوان منویات رهبر اجرا کنن. کاری که انجام میدن تفسیر همین صحبت های رهبره و به همین دلیل توزیع تبلیغات، روانشناسی اجتماعی توی زمینه های فکری، نظری و وقتی هم کسر میارن به شیوه های خشونتبار کارشون رو میخوان پیش ببرن و اینا من فکر نمی کنم در آینده اینا آیندهی داشته باشن و مردم در اندیشه اصولگرایان این جایگاهی ندارن. همونطورم که به اصطلاح علم‌الهدی به تازگی بیان کرده که این رأی مردم میتونه خطری باشه برای نظام، یعنی باید یا بر موج رأی مردم سوار بشن، اونها باید تغییرات جدی در خودشون صورت بدن یا در تقابل با رأی و این رأی رو تخته کنن و عملا به همون نظریه ولایت بچستن و سعی نکردن که حرکتی عقلانی داشته باشن که موجب ارتقای خودشون و جامعه بشه و جهاد علمی عملی هم به قول خودشون ندارن. پیداست که دچار بیماری رهبرزدگی، یعنی خودی که از خودشون بیان میکرد دچار بیماری رهبرزدگی شدن. همونطور هم که در خارج هم ما این بیماری رو میبینیم، خیلی از این جریان ها تو چپ ها دچار بیماری رهبرزدگی شدن. مثلا همشون نگاهشون لندن، یه سری حتی بینن فرخ نگهدار چی میگه و اینا عقل و خرد هم که خود ندارن انگار. و مثلا به نمونه من اینو تجربه میگم، وقتی که جریان مهاجرانی ویکیلیکس منتشر کرد، طرفداران فرخ نگهدار تو برلین همه محکوم کردن. یکی به من گفت الان صبر کن. گفتم چرا؟ گفت تا غروب صبر کن، اینا تلفن میکنن، تماس میگیرن، اون توجیه میکنه، اینا هم نظرشون برمیگردن. دیدیم همین اتفاق افتاد، شروع کردن آره اما فلان بهمان، یعنی اینا نشون میده عقل ندارن، نگاه اون میکنن، یه دیگه هم نگاه رهبرهای دیگه میکنن. این بیماری بسیار بسیار هویت افراد رو در بین اصولگرای ها و اینها از بین برده. توی اصلاح طلب ها تطبیق نمایشی هست، همه چیز تطبیق نمایشی هست، یعنی سعی میکنن خودشون فمینیستشون بدن مثلا، بعد اما فمینیست اسلامی و اون یکی حقوق بشر اسلامی، جامعه مدینه نور نبی اسلامی، یعنی اونها اسما رو میگیرن دزدی میکنن از اسمای غربی ولی محتوای کاملا مرتجعانه رو پیش میگیرن. در صورت حال ما حال من ماندم و نجوای تلخ این داستان هایی است که شاعر میگه 40 سال پیش رفت که من لاف میزنم که از چاکران این خلق مبارز کمترین منم. و در صورت وضعیت مملکت ما توی این زمین ها کاملا نادرست و فلان، همونطورم که آقای چامسکی بیان کرد، به اصطلاح تأکید کرده که انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروزی واقعی رهبر جمهوری اسلامی بوده و گفته آیت الله خامنه ای بزرگترین و سیاستمدارترین فرد جهانه، کاری کرده که حتی دشمنان بزرگ ملتش هم برای حضور مردمش در صحنه انتخابات تبلیغ میکنن. بی بی سی، لندن، رادیو فردا، همه جو واقعا عجیبه، چپ راست همه. وقتی مشارکت زیاد شود پیروز واقعی دنیا آیت الله خامنه است، نه غربی ها. امروز سیاست مداران دنیا با تأیید دموکراسی واقعی در ایران حقارت خود رو در مقابل آیت الله خامنه ای به نمایش گذاشت. خب با توجه به این
که اینا میگن که معیار دموکراسی رأی مردم هست. حالا اگه پیش زمینه های این رأی وجود نداشته باشه، احزاب بسته باشن، سندیکا ها بسته باشن، نهادها، تبلیغات، رسانه های مستقل، همینا مهم نیست. مهم این است که ویژگی انتخابات تو ایران همون یه ماهه مانده به انتخابات مغزشویی شروع میشه. کسب و کار روشنفکران یه ماه بسیار پر رونقه. رسانه های تاثیرگذار مثل بی بی سی و اینها بسیار فعالن. آنالیست ها همه اینا میریزن، خلاصه افکار عمومی رو شکل میدن، بعدم میره پیکارش. الان تا 4 سال دیگه سر صدایی از این جماعت نیست که خب حالا آقای دولت، آقای روحانی اینها دوباره همون سیاست قبلی رو ادامه میدن. باز کارگرها رو اخراج میکنن، باز کارخونه ها تعطیل میشه که داره میشه. کارخونه قو هم اضافه کنیم، کارخونه های دیگه هم تو نوبت هم. و این امیدهای کاذب همه به باد میره و اوضاع و احوال به جای خودش. اما تو این مجموعه وزارت اطلاعات هم به شدت فعال، به شدت به اصطلاح وزارت اطلاعات برای تسخیر احزاب چپ کاملا فعال بوده. بعد از دستگیری حزب توده، رهبران حزب توده در داخل و بعد از شکنجه های فراوان و بعد از اینکه این شکنجه ها در داخل زندان اثرات خودشو به جا گذاشت، یه عده قهرمانان ایستادن که یکی از ستورترین اونها از نظر من ایدر مهرگان است، که برای اینکه به نامش به ننگ آلوده نشه با شلوار زندان خودکشی کرد، هیراکیلی کرد که باش به تلویزیون نیاد. دکتر دانش هست، افراد زیادی هستن. از این طرف هم قربانیانی داشت و از طرف دیگه هم از دل این بازجویی ها و این ستمگری ها به اصطلاح سواما همکارانی هم به دست آورد، که در صورت جناب آقای پرتویی یکی از در سردمداران بازی شوم درون زندان شوهای تلویزیونی شد، آقای عمویی شد، که آنجایی که مقاومت صورت می گرفت از طرف اعضا، کادرها، حتی اعضای کمیته مرکزی، بعد از آن که شاید شکنجه ها اثر نهایی خودشو نمی کرد، بالای تنهای ویران شده آقای عمویی حاضر می شد تا نقش بازجوی نصیحتگو رو بازی کنه و به افراد توده‌ای رو به ترک مقاومت واداره، نه تنها در تهران بلکه به زندان های جاهای دیگه مثل اصفهان و جاهای دیگه می بردن این شخص. الان می دونم که خیلی ها رو من ناراحت می کنم با این صحبت هم، چون میگن حرمتش حفظ کنیم. 37 سال زندان کشید نلسون ماندلای ایران، ولی با توجه به این که در زندان چنین نقشی از خودش نشون داد، هر چقدر من خواستم که ببخشم ندونستم. و بعد ادامه کارش که به دفاع از یک دوست در آمد، این دوست از نظر من علی خداییه که نزدیک به 470 هزار مارک حزب توده رو دزدید. این من حاضرم هر دادگاهی شرکت بکنم، اگر دادگاه حزبی است یا دادگاه دیگه، که این کارو کرده و پول حزب رو دزدیده. دو، تمام آرشیو و اطلاعات حزب رو دزدیده. به خاطر خیلی ازش میترسن. در صورت سه، خاطرات و تاریخ رو دزدیده، یعنی یک سری یاوه نویسی کرده، حتی
نه تنها کارهایی رو که افراد توده انجام دادن از آن خودش کرده، بلکه حتی کارهایی رو که فدایان خلق انجام دادن رو هم مصادره کرده، دزدیده. اولین یاوه‌گویی که صورت گرفت تا سعی کردن از این قهرمان بسازن و عمویی کار کرد، این بود که خانم جوانشیر، خانم معتضدی، آمد بیان کرد با گفتگوی با ناخدا انور، نوارش هست موجوده که آرشیو تاریخ شفای چپ رو تهیه کرده، بسیار کار مفیدی هم انجام داده. با خود من هم 4 ساعت مصاحبه داشته، با دوستان دیگه فدایی، تودهی، قدیمی، نسلای قدیمی، اینا همه رو انجام داده. تو اونجا خانم جوانشیر فرج الله میزانی گفته، از قول جوانشیر گفته که ایشون دستگیر شده بود، با من دیدار داشته تو زندان. وقتی که ایشون اعتراف میکنه و موقعیت علی خدایی به خطر میفته که دستگیر شدی، چجوری آزاد شدی، چجوری قهرمانانه به اصطلاح خارج شدی، چجوری خودکشی مصنوعی برای خودت درست کردی مثل فیلم های آرسن لوپن، یه جا میگه 16 قرص متادون تهیه کرده بودن در شرایط خطر، قرص ضد به اصطلاح اعتیاده، اگر واقعا تو که خودت رو میگی که جز رهبران کمیته مخفی بودی، نوید بودی، خب یه سیانا رو تهیه میکردی. اون موقع من هنوز تو ایران بودم، من به من میگفتی سیانا رو بهت میدادم. در صورت کسی که بخواد خودکشی کنه، اطلاعات نده، اطلاعات به دشمن نده، سیانور رو در شیشه میکنن، میزنن زیر زبانشون تو حرکت، که اگر دید حمله کردن بهش، به دستگیریش، بلافاصله سیانور رو میشکنه، به اصطلاح شیشه زیر زبان میبره، خونی میشه، از طریق اونجا مستقیم سیانور رو وارد خون میشه و بلافاصله میکشه. دیگه منتظر نیستی قرص بره توی معده، از طریق چند ساعت بعدش مثل اثراتش بذاره. این بچگان است، اگه کسی بخواد خودکشی بکنه برای که اطلاعات دست دشمن نیفته، اون راهی بود که چریکا انتخاب کرده. اون موقع خودت ادعا داری که با سازمانم ارتباط داشتی، ارتباطم که سازمانم که حرفه‌ای این کار بود. پس برای این دروغ ها و شالاتان بازی ها رو برای اینکه قهرمان بسازی برای ما شناخته شده است. نمونه قهرمان سازی در برزیل اتفاق افتاد، دهه شوم حکومت گوریل ها، حکومت جنرال ها. یک روز سیایه با 19 نفر از رهبران حزب کمونیست برزیل تماس مستقیم گرفت که ظرف 24 ساعت آینده یا با ما همکاری میکنی یا کشته میشی. بنای تهدید رو یا جدی نگرفتن یا در صورت چیز نکردن، قبول نکردن. از این 19 نفر 18 نفر رو کشتن، یک نفر باقی موند. او یه نفرم قهرمانش کردن، فرار از جنگل ها، بسیار بسیار پیچیده قهرمان ساختن که فرار کرد از کشور، در صورت به کشور امن رفت. این رهبر بلامنازع حزب کمونیست برزیل شد با پرونده قهرمانی که مخالفت کرد با سیایه هم، ولی تونست فرار کنه. گذشت، این توی جلسه اعضاب برادر سال 1967 در مسکو برگزار شد. این به نمایندگی از حزب کمونیست برزیل اونجا بود. بعد درست اونجا اون این کنفرانس، این جلسه تاریخی معروفه، خیلی ها بعدها استناد میکردن به این اسناد این جلسه. ایشون از مسکو میاد برلین، بعد در برلین، برلین در برلین به اصطلاح اون موقع دیوار بود و مرکز ثقل جاسوسی اروپا بود،
هر دو طرف کاملا با همه ابزارها همدیگه رو کنترل میکرد. طبیعتا چپ های آلمان غربی هم با دوربین بسیاری از مراکز ناتو، آمریکایی ها اینها رو تحت کنترل داشتن از دور. این مرتبه این آقا توی یکی از این مراکز امنیتی میره، فیلم و عکسش رو میگیرن به مسکو میفرستن و اونجا به اصطلاح مسجل میشه که این همکاری میکنه. مسکو به اصطلاح دو تا آدم سالم تو رهبری هست پیدا میکنه، دعوتشون میکنه و به اینها میگه که چی هست این به اصطلاح پلیس. ولی چنان سابقه قهرمانی تو ذهن اینا بوده که باور نمیکنن. میگن مسکو بازم توته چیدی ها چه میگن دوباره پلیس میکرد. همه داستان در مورد عباس شهریاری هم اتفاق افتاد. رادمنش قبول نمیکرد که عباس شهریاری پلیس. در صورت دیگه پرونام تصمیم گرفت. این داستان هم در مورد آقای علی خدایی را انداختم که یک داستان پیچیده آرسن لوپنی که خودش تعریف کرده که به اسم متادون خورده، خودکشی کرده، یک پیرزن، یک خانم محسن نام نوشته خودش این رو کول کرده، از این دیوار، از اون دیوار تا رساندش به بیمارستان سینا، اونجا پشت دیوار رهاش کرده. بعد این داستان حسین کرد شبستری بر روایتی که سازمان میکنه که توی واقعی رهبران سازمان میکنن مثلا با این در روایت کاملا متفاوته. روایتی که میکنه خروجش از ایران دروغه. بعد رفته اونجا گویا کسرایی رو از مرز خارج کرده، برومند خانوادش خارج کرده، نفهم که میگن آقای نامور رحیم نامور رو از پیر مردای قدیمی از بادم شریفی هم بود خارج کرده و داستان ها ساخته. داستانی که روایتی که دیگری میکنه کاملا متفاوته. تو این داستان ها من یه نفر رو به این سازمان فدایان خیلی احترام میذارم، خیلی زیاد. معیارم هم شجاعت، هم اصولیت، هم پرستیمه. یه رفیقی هست به نام معروفم نیست اصغر جیلو که در صورت با مردانگی تمام تو دوران بحرانی ایستاد، هم به خروج بخش زیادی از توده یا کمک کرد جانشون رو نجات بدن در اون حالا سراسیمگی، هم به خود بچه های سازمان رو سازمان یافته، رهبرهای سازمان رو تمام یکی یکی خارجی. بعد از ضربه دوم در صورت که بخش دیگه از رهبرهای حزب دستگیر شد، چون تا فاصله ضربه اول دوم دبیر دوم حزب آقای جوانشیر بیرون بود، تبری دستگیر نشده بود، آقای ابراهیمی دستگیر نشده بود، مسئول آذربایجان، و در صورت اون بخش از توده ها میدونستن که اینا دستگیر نشدن، تجزیه سازماندهی شده بود و یا در راستای مصفی کردن حزب داشتن حرکت میکردن کاملا، که ضربه دوم شد. تو این ضربه دوم باز یه سری از کادرهای توده ای قبول نمیکردن شکست رو و رئیس شهری آمد تو تلویزیون گفت هر کس به نام حزب توده فعالیت کنه بلافاصله اعدام میشه. به شما این اختیار داده بود که حزب منحل است و تمام است. در صورت شوهای تلویزیونی شروع شده بود و حضور آقای کیانوری که کسرای اون رو تهمتم مینامید در تلویزیون این شوک وحشتناکی به تمام شبکه ها و اعضا و هواداران وارد کرد که تصور همگان این بود که باز مثل سال 1329 رهبران حزب رو دستگیر کرده بودن و اونجا به دادگاه کشیدن و توی دادگاه اینا دفاع قهرمانانه کردن و شهرت بسیار ملی پیدا کردن و شهرت بزرگ. یکی از اونها خود کیانوری بود. اینا تصورشون این بود این بارم در صورت این حکومت اینا رو به محاکمه علنی میکشونه
اینا میتونن ده قهرمانان دفاع کنن از خودشون و تمام اعضا و کادر و هواداران هم اینجوری تصور میکرد که دیدیم با پیکر خونین و بسیار وحشتناک بردن تو تلویزیون. توی حمله دوم که بقیه را گرفتن عملا توده ها سراسیمه شدن. متاسفانه موج خود معرفی کردن شروع شد. آقای عمویی آمده دستور داده خودتون معرفی کنید، فلان معرفی کنید، صف بسته بودن، یه عده در صورت نمیپذیرفتن. منم یکی از اونها بودم که مجبور شدم تو اون شرایط. دوستان دیگه با شجاعت هرچه تمامتر سعی میکردیم برویم و اینا رو قانع کنیم که معرفی نکنیم. معرفی کردن خود اقرار به جرم اساسا مثلا چیز نکنیم. تا این تونستیم یه تعدادی رو که دون قابل توجهی از کادر رو نجات بدیم، از مرز شوروی و افغانستان خارجشون کنیم. با سراسیمه با زن و بچه ریخته بودن تو تهران. خود من 6 ماه تمام یک جیان ماری زندگی میکردم که شبا میرفتم تو جاده ورامین قوم، اینا ماشین خراب میکردم که توجیه وجودی داشته باشن که چرا اینجا هستم، و کمک کردم، خونه تهیه کردم برای خیلی ها. تو این گیره دار با کمبود ماری رو برو شدیم. بعد ما سعی کردیم با سازمان تماس بگیریم. در اونجا خب قبلا چون مثلا این بچه ها جوان ها این انسان ها در صورت قبول شکست قبول نمی کردن، نمی خواستم، گفتن پرچم حزب زمین افتاده قبول نمی کردن، باید پرچم بلند کنیم به هر قیمتی هست. اومدن در صورت ادعا کردن که جوانشیر و تبری دستگیر نشده تا قوت قلبی باشه برای اون اعضا که هنوز رهبران هستن. خب این کار درست یا نادرست واقعی نبود. بعد سازمان تماس که گرفته شد به شکلایی گفتن یه فرد شناخته شده مطمئن و بیاد تا ما بپذیریم. من رو معرفی کردم. وقتی رفتم در صورت رفیقمون اصغر جیلو که مسئول کل دیگه تشکیلات بود، چون همه رفته بودن، آخرین نفرهایی که رفتن در صورت خسرو فتاح‌پور بود و رفیقمون رفقای دیگه کاکاوند بود، مازیار، و رفیقمون در صورت که در دورتموند است الان جمشید بود، جمشید طاهری‌پور بود، اینا رفته بودن. این تقریبا دیگه آخرین نفرها بود که من بهش گفتم والا وضع مالی خرابه، اوضاع بسیار خرابه. حتی سفرخان قهرمانی تنها شده بود که بزرگتر دوران به اصطلاح قدیمی ترین زندان سیاسی ایران، احتیاج به نیازهای روزمرهش داشت، تنها مون. گفتیم با این وضعیت اونجای در اتفاق بیفته. اون موقع این انسان با شرف در صورت تلاش کرد 200,000 تومن به من داد که ما صرف بچه های کردی که از کوها اونجا به قول خودشون علف میخوردن میچریدن از بس فشار بشون آمده بودن تهران، برها دادم، همه کار رو کردیم. و این انسان با شرف هیچ وقت هم نیامد توقعی داشته باشه، ادعایی بکنه، تاریخ سازی برای خودش بکنه، ولی تمام این چیزها رو علی خدایی مصادره کرد. در خاطراتش نمیشه به دروغ بهشون در صورت با هواپیما از تهران برمش میره زاهدان، خیلی رسمی از اونجا میبرم افغانستان، و اونجا هم در صورت مکرو رایان قدیمی کنار خانه افسران روس بهش خانه میدم و الاخر تا اونجا که من اطلاع دارم از سالهای 53 ایشون به شغل جاسوسی به اصطلاح مفتخر شده، دستگاه استراق سمت داشته. اینا فقط من میدونم این آقا
بند آرشیو ها رو دزدیدی که پرونده های خودت رو نشه و برای دیگران پرونده سازی کنی، با من طرفی. من آدم پاک باخته هستم، هیچ به اصطلاح چیز ندارم، با قول من ترس و واهمه هم ندارم. من توی همه یک هفته اخیر موردهای متعدد من برحضر کردم که با این در نیفت. به اصطلاح این مأمور اطلاعاتیه، این سرنخش به چندین جا هست و تو رو ترور میکنم. خندیدم بهشون، گفتم به اصطلاح همچه بازی هایی رو من اهمیت نمیدم. در صورت شما دستگاه استراخ سم داشتی در تهران، استراخ سم میکردیم، دستگاه رو کی به تو داده و از کجا آوردی؟ در اون شرایط خودت میدانی و من. و حتی در خارج کشورم دست از این کارات برنداشتی، اینا مسئول خودتی. ولی اینجا من میام جلو که تو و عمویی آمدید حزب رو مصادره کنید، آمدید که حزب رو بدزدید، همونطور که پولای حزب دزدیدی، آرشیو حزب دزدیدی، تاریخ حزب دزدیدی. وقتی که خانم جوانشیر این خبر رو منتقل کرد، آقای عمویی چه گفت؟ این پیرزن فراموشکار چیز سیاسی نیست. من یه خبری رو از اینجا به یه جای دیگه منتقل میکنم، احتیاج به سیاسی بودن نداره دیگه. اینجا یه دهاتی هم میتونه این خبر رو منتقل کنه که فلانی رو من دیدم تو زندان. این خیلی پیچیده است، باید حتما کارول مارکس باشی تا این خبر رو منتقل کنه. یه آدم ساده هم میتونه. ولی شما برای این که این مسئله رو گم بکنید، دست به یکی کردید دوتا تو و تا تاریخ سازی کنید. و یا این عراجیفی رو که این منوان خاطرات، دزدی خاطرات دیگران، دزدی اقدامات دیگران. حداقل خوشحالم از اینکه آقای اصغر جیلو زنده بود و جوابتو داد. دروغ میگی. این افراد رو ما بردیم، رهنامه رو ما بردیم، این قاچاقچی برد، اون رو این برده. و بعد در افغانستان شبکه‌ای درست کردی تو که اتکاد به یک مینیبوس بوده، در نوار مرزی حرکت میکرده با اون راننده. اون راننده رو من آمدم افغانستان، در زرنج بودم، تحقیقات کافر از محلی ها کردم، همون موقع هم به حزب گزارش دادم که این جاسوس سه جانبه است، راننده. همه کاره تو بود، جاسوس سه جانبه، هم برای پاکستانی ها کار میکرد، هم برای جمهوری اسلامی کار میکرد، هم برای افغان ها کار میکرد. و همین رو که به اسلام موره کلیدی رفت آمدهای تو بود در خارج داخل، ایل نارویی به خاطر جاسوسی در یه جلسه محاکمش کردن به رگبار مسلسل بستنش. باید یه پاسخ بدی، پاسخ بدی. بقایای تو، یکی از مشاورین کمیته مرکزی رو در سرنج کشتن، آیا به دستور تو بود؟ بقایای تو، تو رو اون موقع منتقل شده بودی چکسلواکی به خاطر کسافتکاریان. ولی اون بقایای تو این بابا رو کشت، چرا که اومده بود شیوه تو رو تغییر بده. در صورت مسائل بسیار زیادی است. اگر شما نمیمدید، خب جناب عمویی با پاسپورت دولت جمهوری اسلامی اومد آلمان، اینجا دیگه آزاد بود، میتونست بمونه و میتونست خاطراتشو اونچه که واقعی بود، اگر واقعی بود، بنویسه و خدمت بزرگی بکنه. چون ابهامات بسیار زیادی هست در دستگیری ها و بسیاری از حوادث، بسیاری از حوادث. الان یک سوال بزرگ، این سازمان نویدی که آقای علی خدایی مصادره کرده که جز سه نفر اصلیش بوده، پرتویی و خدایی و حیدر مهرگان، واقعا اینجوری بوده یا کسان دیگه بودن؟ و این سازمان از همون اول پلیسی بوده، انسان شریفی هم توش بودن مثل حیدر مهرگان. سوال پرتویی از کی پلیس شد؟ گرچه همکاریش امروز اشراب ناپذیره، از کی؟ شما از کی همکاری کردی؟ اینا همه سواله. آیا ایرج اسکندری در خاطراتش به این مسئله تاکید کرده؟
که غیر عقلانی است، غیر واقعی است که این کارهایی رو که کیانوری ادعا میکنه داخل کشور داره انجام میده. در صورت یک احساس نگرانی های معینی میکرد. چرا ایلیا اسکندری تا مادامی که به سیاست کیانوری انتقاد کرد بلافاصله اونجوری که من از افراد اونجا شنیدم و هنوز عضو سازمان بودم، فروغیان قدیمی ترین افسر ایرانی در حزب توده که متعلق به قیام خراسان بود، اینا رو تو مسکو برای من داریم. یک کیانوری مثل ناپل اون بناپارت اومده بود صف کشیده بود، همه اعضای هیئت سیاسی و کمیته مرکزی رو مثل اون قدم زد آمد رفیق اسکندری شما بروید لاپسیک، آمدن اخراجش کنم. همه علی خاوری مخالفت کرد که با اخراج اسکندری از حس این پرونده سازی ها چی داره مردی؟ واقعیت چی هست؟ در هر صورت من وقتی که این چیزها رو میبینم، بدترین و کثیفترین کار دزدیدن پول نیست که به جای خود بده، آرشیو و اطلاعات یک سازمان دزدیدن کار به صلاح بقیه. هم آرشیو اطلاعات رای توده رو دزدیدی، رای توده رو آسمی درست کرد، فرهاد آسمی، تا حتی آرشیو اطلاعات اونم دزدیدی که با هم رفتین کاری رو مشترک شروع کردیم. فقط این نیست، بدترین کار مصادره تاریخ، مصادره حوادث بسیاری از انسانهای شریف مثلا یک حرکت را میفتن، بعد یه نفر بیاد اینا رو مصادره کنه. همین کار رو مهدی فتاپور در مورد تاریخ سازمان کرد، خودش و همسرش رو. باز هم این انسان شریف از قرجینی جواب دندان شکنی بهشون داد. یه جوری صحبت میکنی و می نویسی که گویا فقط تو بودی، اگر تو نبودی مثلا این سازمان وجود خارجی نداشت. این مصادره کردن بسیار زشته، در صورتی که برای هر حرکتی بدون ده ها صد ها انسان شریف و برای انقلاب میلیون ها انسان لازم است، برای هر جنبش اجتماعی، برای هر حرکت سیاسی بدون فداکاری از خودگذشتگی همه ممکن نیست. تو هم یه نقشی داشتی. خب با توجه به اینها یه سری حوادث در حزب توده گذشته باید پاسخگو باشن، نه که مسئولیت داشتن، دروغ نگن، شالاتانبازی در نیارن و نقش افراد رو به امثال هم. مثلا این سوال برای من وجود داره که توی یک ماه مونده، دو ماه مونده به یورش به حس، اطلاعات کافی بود، دروغ از قافل گیر شدیم. دروغ است. چرا؟ حداقل من با به اصطلاح وضعیتی که داشتم روز حمله رو بهشون گزارش دادم که آقا داره ساعت به ساعت، که حالا میدونم ده ها کانال دیگه شاید هم مهمتر از من این اطلاعات داده، که آقا دارن سلوله های کمیته رو خالی دارن میکنن، زندانی رو دارن منتقل میکنن برای دستگیری انبو، و از زبان فلان وزیر به من منتقل شده که آقا دارن روز فلان است. خب منم به خاطر همه بنابرای این چیز خودم مخفی کردم، کامل از تمام سیستم بریدم، تمام رابطه ها را تحت کنترل در آوردم چون اعتماد به من برداشتم. خب من اینا رو منتقل کردم در چند نوبت. خب کانال های دیگه درست در همون موقع یک ماه مونده شوروی ها اخطار شدید دادن، یعنی آماده باشه قرمز که داره حمله میشه. اینو من در مسکو تحقیق کردم، اون هشدارا رو داده بودن و در مثلا چیز کرده بودن که کیانوری، فروغیان و تبری و چند نام دیگه به سرعت خارج بشن. چرا؟ درست در شرایطی که چنین حمله‌ای داره سازمان داده میشه و خبرها و تحلیل‌ها همه این هست، به جایی که غیر متمرکز کنی تشکیلات متمرکزتر میکنی. چرا؟ و چجوری سازمان نظامی رو؟ فروغیان به من گفت که گفتم از افسران بسیار قدیمی بود، گفت یه من رفتم به علی کناری بهش گفتم، گفت قبل از اون یه جلسه داشتیم 5 نفر از کادرهای قدیمی رهبران قدیم با کناری،
شدیدن سیاستش زیر علامت سوال بود. یکی از افراد خودش بود. چند ساعت طول کشید، صدا اونم کاملا بلند شده بود توی رارو هم شنیده میشه که سیاستش رو تغییر بدید و خطرناک بودن این سیاست رو به بن‌بست رسیدن و همه اینا. حتی در آخرین مثل کتاب طبری یا نوشتار طبری وضعیت انقلاب رو تشبیه میکنه به قطاری که رفته تو تونل و اینقدر دود داره میاد که این تونل تمام کارکنان قطار رو داره میکشه و هنوز روشنایی نمیبینه و این پیشبینی اینا کرده. و بعد میگه بعد از اون ما درست رو گفتیم ما باید من خارج باید میشه. گفت خواستش رو قرار گفت بخشی از سازمان نظامی که مربوط به تو هست به من تحویل داد، پروگرام تحویل داد. درست همین دوره سازمان اکثریت زیر فشار قرار میده، اون بخش سازمان نظامی رو به اینا منتقل میکنه. انوشیروان لطفی و اینها و اینا و انوشیروان کشته میشه. جالب اینجاست تمام میخواست کودتا کنه، میخواست چیکار کنه باشه، بویی نبود، شرایطی نبود. این ماجراجویی چیه؟ سال 32 هم همین ماجراجویی صورت گرفت، سازمان نظامی لو رفت. خب وقتی که حزب زدن کودتا شده، نفهم تو ناو پلنگ بمب گذاری کردن یعنی چی به دستور تو، توی قلعه مرغی بمب گذاری کردن یعنی چی به دستور تو. های مرتبه CIA رو، همه رو، اینتلیجنس سرویس رو، همه رو هوشیار کردی، حساس کردی، بسرا توی ارتش دارن خرابکاری میکنن و بعدش سازمان نظامی بره و هوا بشه. خب اینا رو باید پاسخ بدی. یکی متاسفانه اینها سرشونه کردن زیر برف، نمیخوان پاسخ بدن. یه حادثه خطر 90% رهبری حزب کشته شده، بلکه به طرز فجیع کشته شدن. پاسخ خوب باید بشی. چگونه است یه آدم سیاست مدار بسیار بسیار سطح پایین و بی تجربه میدونه که تمام تخم مرغ‌هاش توی یک سبد نباید بذاره، اونم توی وضعیت شکننده مثل ایران که هر روز کشتار، اعدام و تهاجم و همه اینا هر روز کار روزمره بود، چگونه احساس امنیت میکردی؟ چرا حزب رو دو قسمت نکردی؟ چرا بخشی رو به خارج منتقل نکردی؟ چرا به صدها سوال دیگه؟ چرا؟ چرا همه رو جمع کردی تحویل دادی و همه رو با کشتن دادی؟ چرا یه افسرهای بدبخت برای بار دوم به قتل عام رفتن؟ چرا؟ چرا؟ چرا شخصی که مثل افضلی که پاک و منظم و میهم‌پرست بود باید به خاطر این سیاست های نابخته داره مسئولیتش دست کی پرتویی باشه؟ دست این باشه؟ و این حداقلش بعد از اون دستگیری روی کودتای نوژه مشکوک بود دیگه، چجوری دوباره برگردوندی مسئولیت مجدد بهش دادی تشکیلات مخفی نظامی؟ چجوری؟ با توجه به اینها من قصد آزار خودم رو ندارم، قصد آزار کسی هم ندارم، ولی این رو خوب میتونم وقتی حقایق روشن نشه، هر به قول معروف دزدی قهرمان میشه، هر جاسوسی قهرمان میشه. و الان هم بابا قصدشون اینه، حالا به شما بگم راحت این است که عموی علی خدایی مسئولیت دارن این بخش وسیع توده‌ای های خارج داخل رو بکشن به طرف سازمان امنیت، بخش دوم فدایان هم دو نفر دیگه دارن. با این مجموعه حزب چپ تحت کنترل کامل سیستم امنیتی ایران رو درست کنه. این برنامه شد. به خاطر همین بعد با و اشکال آمدن حزب دولت تصرف کنن، نتونستن تا حالا و اکثریت هم آمدن تصرف کنن، تا حالا نتونستن. و در حزب دولت در صورت علی خاولی تمامی ترفندان رو فهمیده، جلوگیری کرد، ولی اونا ولکن نیستن. برنامه شونینه، پروژه شونینه. بعد از اینکه قتل عام رو داخل سازمان دادن، تمام سازمان ها رو نابود کردن و بعد پروژه دوم ترورها به خارج منتقل شد و بعد از اون رخنه کردن در این سازمان ها در دستور کار قرار گرفت که این دو مورد
حزب توده و اکثریت رو من به دقت رصد میکنم، هر جام علائم ببینم برخورد میکنم. در صورت این مجموعه با این بضاعت، با این وظیفه، با این پیشینه، با این مسائل بیاد برای من انتخابات، هر کس شرکت بکند میهم پرست، نه هر کس شرکت بکند منم میگم وقی پرست است، ولی پرست است، برای رضایت ولی فقیه داره این کار میکنه، چرا که بزرگترین ترفند عمویی و به قول من علی خدا این بود که شعار ترد ولایت فقیه رو بگه از حزب توده چیز بکنه. هنوز پرونوم 17 رقم بود دارن، پرونوم 17 خط امام و و و و و هنوز جون محفوظی هست. حرکت های بعدی حزب قبول ندارم، اونا میخوان هنوز هم داستان خط امام و این بازی ها پیش بره و از نظر اونها بس تثبیت حکومت و تقویت خط ولایت و اینها منطبقه بر منابع چپ ضد امپریالیست. حالا جالبه چپ ضد امپریالیست میکنه، توی دورانی که آمده اتریش 4 سال پنهان شد، بعد فهمیدیم 2 سالش تو آمریکا بوده. تو که از شوروی آمدی چجوری یه مرتبه سپریدی آمریکا، حالا دیگران رو سلطنت طلب میدانی؟ آجان نکنه توی این پروژه به قول معروف توفانیان که همسر شما سکرتر توفانیان بود از اونجا پیوندهایی هم با سیایه برقرار کردی رفیق گرامی؟ مخفی 2 سال رفتن آمریکا، کجا بودی؟ دوره دیدی؟ تشکری بود؟ چه بوده؟ سرت به همه جا بند تو. منم به خاطر میگم مرد هزار چهره، به واقعی اسم واقعی. در صورت آقای بیوانی نمیدونم اگر توی این زمینه صحبتی دارید، منم قول معروف بعضی وقتای خاطرات هم نیست. بسیار بسیار ممنونم، صحبت زیاد آقا، چرا صحبت نباشه. عرضم به حضور شما که یکی از موضوعات مهمی که شما تو این فرمایشات اشاره میکنی این موضوع در حقیقت پیدا کردن سره از ناسره است، یعنی اینکه مردم تشخیص بدن و بدونن که گرفتاری اصلی کجاست. ما 40 سال است اسیر دروغیم، واقعا اسیر دروغیم و دو سر داره، یکی ماجرای خشونت، یکی ماجرای تزویره، یعنی زور و تزویر. پولو که داره، همیشه پول داره، حاکم همیشه پول داره و اینا به وسیله اعوان و انصارشون در نقاط مختلف جهان در طی این 40 سال همواره تراش کردن که با ایجاد گرد و خاک و خاک هوا کردن مردم رو از حقیقت بدور کنه. الان شما نگاه میکنیم اینی که رافت دادن دوره که بله ما در این انتخابات مردم نه گفتن به خشونت، وقتی به چهره دستگاه روحانی نگاه میکنی میبینی همه اینا از همون بازجوها و شکنجگران گذشته هستن. خود روحانی نمیتونی شما به من بگی آدم تغییر کرده. من همیشه روی این دو کلمه اصرار کردم و اون تبدیل و تغییره. یه وقت شما تغییر میکنی، یعنی به غیر در میای، یه چی دیگه میشی. یه وقتی از نه تبدیل میشی، از این تبدیل میشی به چی دیگه، غیر نشدی که همونه. ماجرای ما هم همینه و با در حقیقت ایجاد فضای دو فضای روب که میگه آقا اینا اگه بیان اینجور میشه، یا همین موضوعی که مرتب میگه که خشونت هست، نمیدونم در ایران همه چی امن است و خودشون آمارایی که نشون میدن که مثلا فقط از طریق نمیدونم وضعیت بهداشت و آدمایی که میرن تو مریض خونه مورد عمل جراحی واقع بشن، مداوا بشن، در اثر نبود محیط سالم اینا میمیرن.
میگه روز 2000 نفر فقط اینجوری میمیرن، روز 40 نفر فقط در تهران در تصادف میمیرن. و من روی این وامیستم، میگم شما به من بگو که آقا یه عملیات که دیشب در منچستر انجام شد چند نفر کشته شدن، چه فاجعه بزرگیه. ولی در تهران هر روز اتفاق میفته و تو مرتب به من میگی که اونجا امنیت و اینا مردم هوشمند. آخه چه هوشی به کار برده؟ از کجا به دست آورده اینا رو؟ به غیر از اینکه این بزرگان جامعه بایستی که آگاه باشن و این آگاهی رو انتقال بدن، از کجا آوردن؟ از کجا کشف کردن؟ چجوری کشف کردن؟ من فکر میکنم آقای رئیسی این بحث رو باید ادامه بدیم، یعنی اینکه حالا که شروع کردی تا آخر خب باید بریم دیگه، نمیتونیم یه جا وسط را وایسیم و در رو دروسی های نمیدونم رفاقتی و نمیدونم خاطراتی و که من با این آدم خاطره داشتم اونجا اینجوری شد اینجا اینجوری شد. من فکر میکنم حالا که شروع کردی دیگه تا آخر خط بریم. من در خدمت شما هستم، از همه مهر و محبتت ممنونم، خستت کردیم. به هر حال میگم ما بایستی که از این داستان به هر نحوی که هست گذر کنیم، راه دیگری وجود ندارد. ما هیچ ابزاری نداریم، تفنگ و مسلسل نداریم، بلنگونم اونقدر قوی نیست، باید اعتراف بکنیم دیگه، ما اونقدر قوی نیستیم، ضعیفیم. به هر حال من نمیدونم، من در خدمت شما هستم، اگر مطلبی هست پیام جمع کلام آخر در خدمت شما هستیم و میشنویم و از حضورت مرخص میشیم. ممنون و سپاسگزارم از همه مهر و محبتت. بفرمایید، میشنویم. سپاسگزارم. فقط در صورت انسان‌ها میگن از تاریخ چیزی یاد نمیگیرن. ما ایرانی ها میدونی چرا؟ برای اینکه ما توانایی به اصطلاح بازگویی حوادث و رویدادها رو بر پایه روابط علت و معلولی نداریم. یعنی تاریخ ما مثلا با فلسفه تاریخ نداریم. تمام این آدم های دروغگو شارلاتان با برداشته های خاصی از تاریخ برمیداره، مثلا تاریخ حزب توده میدویسه، تاریخ فدایان میدویسه. این در صورت چیزای شخصیشو میگه، ولی وقتی که بررسی نشه، نقد نشه، برخورد نشه، سوالا مطرح نشه، نکات تاریخ برن روشن نشه و اینها، این تبدیل به تاریخ نمیشه که توی حافظه تاریخی بمانه. به همین کسانی که علاقه مند هستن به روشن شدن تاریخ، حداقل تاریخ چپ، بردارم بیان کنم، میترسن چی هست؟ معماست برای من. نمیخوام جلوی به اسلام زبان ها بیفتن، سر زبان ها بیفتن، چی هست نمیدونم. ترس از درونه، ترس از بیرونه و بسیاری چیزها میمانه و بعد دوباره میگن تاریخ تکرار میشه، برای که ما هیچ تجربه از رویداد ها و هیچ تجربه به دست نمیاریم. تجربه موقعی به دست میاد که این تاریخ علمی مدون بشه و بعد به اصطلاح چی میگن به نسل منتقل بشه، نسل بعد. اون موقع دیگه تکرار نمیشه تاریخ، برای که تاریخ درست منعکس شده. با توجه به اینها انسان‌های پرسشگر، انسان‌های پاسخگو، انسان‌های با وجدان که وقتی که نابخردی می‌بینن، تاریکی می‌بینن و دروغ می‌بینن در علیش بلند میشن، اینها خدمت میکنن به نسل آینده. ولی اونایی که برای مصلحت شخصیشون سکوت میکنن، گالا به من چه مربوطه و فلان، اینها خیانت میکنن به نسل آینده. و اونا که حرف میزنن چون تعدادشون کم میشه، هزینه افراد بالا میره، چون به قول معروف هر چقدر تعدادی افراد کمتر بشه، فشارها به فرد و یه افراد محدود افزایش پیدا می‌کنه. امیدوارم این بحثایی که من میکنم تشویق بکنه، کمک بکنه. نه کیانوری خدا بود، نه علی خدایی فلان هست، نه عمویی پیغمبر است، نه فلان.
رفیق کیا، رفیق کیا و پدر کیا، پدر کیا، همه این اثر جاش احترام، ولی ایشون باید بیاد پاسخ بده به این سوالات. این بی احترامی به فرد نیست، بلکه باید پاسخ بده، پاسخ باید بده. این سرکشی هاش برای چی بوده؟ چرا وقتی که بهش میگن اطلاعات بهش میدن، اطلاعات، این دیگه تحلیل نیست، یا آقا دارن حمله میکنن به اسم، چرا این اطلاعات؟ نقطه قوتش چی بوده؟ یا تعمد داشته که این حمله صورت بگیره؟ چرا؟ و بعد حالا میتونه منبعهای مثل من رو دور بزنن، کم اهمیت جلوه بده، ولی منبعهای جهانی اطلاع دارم که بشه اطلاع داده، اونجا رو چرا دور زنه؟ چند بار هم اخطار شدید دادم، در صورت پاسخگو باید باشه. و اونایی که هنوز این داستان چیز میکنن، من سوال میکنم، یه سوال: حزب کمونیست چجوری لو رفت؟ حزب کمونیست ایران، یک افسر از طریق ترکستان میاد خراسان و میره خودش به انگلیسی ها معرفی میکنه و همه چیز لو میده، افسر روس. 53 تن، 52 تن چجوری لو رفت؟ یک نفر به نام شورشیان از اونجا باز میاد میره پلیس جنوب. چرا میره پلیس جنوب؟ اونجا دست انگلیسی ها بود. چرا اونجا کار میکنی که دستگیر بشی؟ یا برنامه بوده؟ همه اطلاعات به پلیس جنوب بدی و این اطلاعات پلیس جنوب رو تبدیل میدنم به رضا شاه. با خدا پدر رضا شاه رو باز میدم برسه، چون برنامه سازی کرده بودن و عنوان جاسوس میخواستن بکشن که رضا شاه گفت و اینا که نمیشه جاسوس بینا گفت، مثلا ارانه نویسنده است، پرونده سازی برای جاسوسی و کشتنش بود، از طریق پلیس جنوب هم سازمان داده شده بود. بعد دوباره کوزیچکین دوباره فرار میکنه. این سوال من، این آقا که دستگاه استرام سم داشته با کوزیچکین چه رابطه‌ای داشته؟ سوال این دستگاه در صورت با سفارت ارتباط داشته، خب شما هم بودید، چه رابطه با کوزیچکین داشتین که تمام اطلاعات برداشت دوباره برد لندن، از طریق پاکستان به اسکرولانی داد، آوردن ایران و بازی رو تمام کردن؟ ها، من پاسخ بدم، سپاس گذارم. در صورت سوال بیاد. بسیار ممنون و متشکرم آقا از حضورت، سپاس گذارم از شما و از این سوالا فراوان 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 است. دریغ از پاسخگو. ممنونم آقای رئیسی، عصبانی شد. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی برای خودت، عزیزانت. آرزوی بهترین دارم تا فرصتی دیگر که با شما این گفتگو رو ادامه بدم. ممنون و متشکرم آقا. ممنون. سپاسگزارم. بعدها شنیدیم صحبت های آقای رئیسی رو، امیدوارم این صحبت ها کمکی کرده باشد، امیدوارم بفهمیم و کمک کنه به ما. ما در یه سیاه چاله اسیریم، اینو باور کن. به هر حال اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنین واقع شده، سالوت کن که لینک برنامه ها رو از هر طریقی که میتوانی، ما در این شبکه های اجتماعی هم از تویتر، گوگل پلاس، فیسبوک، کانال تلگرام، عرضم به حضور شما که یوتیوب، فیسبوک، همه اینا قرار میدیم. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی عدد 1. آسان تایرانی که به فیسبوک بیای یه لایکی بزنی، عضو صفحه ما بشی، لینک ها که اونجا قرار میگیره برای شما هم ارسال میشه، شما هم مهر کن این رو برای دوستانت بفرست تا دوستان و همفکران و هموندان شما هم بتوانن از این ویدیوها استفاده بهتر بکنن. از اینکه همراهی کردی و همدلی کردی ازت سپاسگزارم. بازم پیشنهاد میکنم برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط به مردمیپورت.net بروید. از کاوه نازنینم ممنونم که مهر میکنه و بعضا لینک های برنامه ما رو هم در سایت خوب و پرمخاطب خودش مردمیپورت.net قرار میده. ما به پایان خودش نزدیک میشه. مهمترین دغدغه ما وضعیت مالی ماست. اگر میتوانی
در این زمینه مددرسان ما باش. متشکرم از شما. ممنونم.